با سلام و عرض ادب، امروز دستور پخت کشک بادمجان به روش رستورانی رو دارم. روغن به مایتابمون اضافه میکنیم و بادمجونا رو که قبلا بریدیم به روغن اضافه میکنیم و میذاریم دو طرفش کاملا سرخ بشه. مواظب باشید که نسوزه، چون کشک بادمجونتون رو تلخ میکنه. به همین اندازه که الان من سرخ کردم کافی هست. دو تا پیاز متوسط خورشده با کمی روغن به قابلمه اضافه میکنیم و میذاریم کمی سرخ بشه. بعد یه مقدار زردچوبه بهش اضافه میکنیم و بعد از یک دقیقه 6-7 حبه سیر خرد شده رو بهش اضافه میکنیم و میذاریم با هم دیگه کمی سرخ بشن. و حالا بادمجونای سرخ شده رو به قابلمه اضافه میکنیم و کمی با نوک قاشق اونا رو سعی میکنیم له بکنیم. یه مقدار فلفل سیاه بهش اضافه میکنیم و به هم میزنیم تا کاملا بپزه. سعی کنیم مرتب اینو به هم بزنید تا ته نگیره و همینطوری هم که به هم میزنید بادمجونا لهتر میشن. الان یه مقدار نعنای خشک بهش اضافه میکنیم و میذاریم یه مقدار با هم دیگه بپزند. و حالا کمی روغن تو مایتابه ریختیم و مقداری هم نعنای خشک بهش اضافه میکنیم و به هم میزنیم مرتب تا یه مقدار رنگش عوض بشه. یه ذره رنگش تیره تر بشه کافیه، لازم نیست سرخ بشه. این در واقع برای تزیین روی کشک بادمجونه. خب حالا نعنا داغ ما هم آماده شد. خب حالا یه مقدار بادمجونمون رو له میکنیم و بعد میریم که مراحل نهایی رو انجام بدیم. زیر مایتابه رو کم میکنیم و میایم نصف کشکمون رو بهش اضافه میکنیم و به هم میزنیم تا کاملا آماده بشه. و بعد از آماده شدن میریم اونو میکشیم تو ظرف و تزیینش میکنیم. بعد از اینکه کشک رو بهش اضافه کردم، من نیازی ندیدم که نمک بهش اضافه کنم، چون کشک به اندازه کافی خودش شور هست. خب به پایان پخت کشک بادمجان رسیدیم. کشک بادمجان ما آماده شد. با کشک و نعنای داغ تزیینش کردم و یه مقداری هم گل رز. امیدوارم که شما هم با همین روشی که من درست کردم درست بکنید و ازش لذت ببرید. از تک تک شما سپاسگزارم که ویدیوهای منو دنبال میکنید. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره.